سخنگوی دولت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در کنار ده‌ها سوال دیگه به سه سوال مهم از جمله نظر صریح دولت 11 درباره جایگاه شورای نگهبان پاسخ داد. خب مجریه کار اجرایی میکنه، وزارت کشور به هیئت‌های اجرایی که از این طریق انتخاب میشن اینا کارهای اجرایی انجام میدن، شورای محترم نگهبان هم کار نظارتی خودش رو انجام میده، اینکه غیر قابل امکار هست. و صحبت از این کردن که هرکنان انقلابی رو افراطی بنامد در خط آمریکا حرکت کرد، روی کرد دولت برای ایجاد یک فضای انقلابی برای رشد و نمو جوان این چنینی در دولت چه اساید کرد؟ طبیعیه ما استقبال میکنیم از این که جوانها با منطق با استدلال بیان صحبتاشون رو بکنن، اما خب بالاخره غیر از این افراد منطقی و انقلابی که حرف میزنن یه کسایی کارایی میکنن که انقلابی که خلاف قانون انجام نمیده. پس اگه کسی بیاد خلاف قانون یک برخوردی بکنه قطعا دیگه بالاخره اجازه بدید یه گروه بالاخره توی این کشور افراطی هست، اونا رو ما افراطی بدونیم، اونایی که مرزهای قانون رو نادیده میگیرن، تذکرات مقام معظم ربری بهش توجه نمیکنن، خب بالاخره اینا رو که دیگه ما میتونیم بگیم افراطی. ما به اینا انتقاد میکنیم، وگرنه ما به جوانای انقلابیمون، به بسیجی هامون، به سپاهی هامون، به جوانان دانشجومون که حتی میتوانند زبان تندی تو انتقاد داشته باشن، ما اینها رو بسیار انقلابی میدونیم، محترم میدونیم. ما بحثمون از افراطی اون کسایی هستند که از قانون هم جلوتر میرن، از خود مقام معظم رهبری هم گاهی اوقات جلوتر را میرن. بخشی از کار است که با هیئت‌های اجرایی و بازرسینی که از طریق اجرا در سر صندوق‌ها گذاشته میشود یک نظارتی صورت میگیره. شورای نگهبان به عنوان ناظر اصلی از ابتدا تا آخر فرایند و مراحل انتخابات حضور داره، با بازرسینش کار انجام میگیره. موقع ثبت نام و موقع انتخابات باز در روزهای رأی گیری نمایندگان خودشون سر صندوق ها افرادی دارن که نظارت انجام میگیره. بنابراین امکان تخلف سازماندهی شده در انتخابات با توجه به مکانیسم های نظارتی واقعا در حد صفر نیست.